چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر امسال در بحبوحه پیک تازه کرونا کار خودش رو آغاز کرد. 22 فیلم در بخش رقابت حضور دارند که البته چهرهای ناماشنای کمتری در میون اونا دیده میشه. در روز اول جشنواره دو فیلم بیرو به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی و مرد بازنده ساخته محمد حسین مهدویان اکران شدند. فیلم بیرو داستان زندگی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان مطرح فوتبال رو به تصویر میکشه. در این فیلم من این آزادی عمل رو داشتم، یعنی الان قشنگ شما با یک فیلم متفاوت مواجهین، یعنی یک فیلمی که احتمالاً در ساختار سینمای حرفه‌ای خودمون یه همچین شکل و یک همچین فرمی رو یک همچین روایتی رو نمی‌بینیم. اولاً شرایط ساختن فیلم‌های مستقل یواش یواش دیگه داره به آخر خودش میرسه، شرایطی که باعث میشه که ساخت فیلم هایی که قرار ما بود و قرار ما هست یکمی سخت بشه. البته بیرو هم یه مدلی در همون مسیر میبینم. من البته امسال دو تا فیلم داشتم، متاسفانه یکیش اجازه نمایش پیدا نکرد، فیلم علت مرگ نامعلوم و بیرو. به هر حال در خدمت شما هستیم. فکر میکنم بیرو هم از منظری و از زاویه‌ای برای ما همون رفتاری بود که در اون سینما انجام میدادیم. یعنی به نظرم میرسه که یک فیلمی با این مضمون و با این فرمتی که در حقیقت دیدید، یعنی همچنان نجز اون جریان اصلی است برای اون شکل از اکران یا فیلم‌های سفارشی و دیگر. ببین قصه که اصلا نداشت بیرو. بیرو که عرضم به خدمت شما، خب یک داستانی که همه همینجوری توی ویکی‌پدیا و این ور اون ور رو توی رسانه‌ها شنیدیم، انگار اونو خواستیم مثلا بیاریم حالا جلو دوربین. نه دراماتیزه شده بود، نه نقطه عطفی داشت، نه شخصیت داشت، نه اصلا چیزی شروع میشد، نه چیزی تموم میشد و به نظرم واقعا یک فرصت سوزی بوده، یعنی یک سرمایه سوزی بوده که خب حالا این همه تیم و این همه هزینه ولی تهش هیچ چیزی نداشت، هیچ چیزی واقعا. اغراق نمی کنم کلیپ هایی که در رابطه با تبلیغ هایی که از فوتبالیست ها استفاده می کنن ساخته میشه به لحاظ سینمایی حداقل بهتر از فیلم بیرو. ساخته محمد حسین مهدویان هم با موضوعی تقریبا مشابه کار قبلی اون، یعنی زخم کاری، داستان زندگی یک پلیس ضد ساختار رو نشون میده. من نمیدونم، ولی اینا به هر حال آدم های داستان هستن، ما در اون قصه تعریف میکنیم، متناسب با اون شخصیت درست میکنیم. حتما از چیزایی که اطرافمون میبینیم احتمالا الهاماتی میگیریم، اما اینکه بگم مشخصا مثلا یه مصداقی داره بگم این جای اونه، نه. 7 سال 7 فیلم به شما لقب ماشین فیلمسازی دادن، آیا با کسی رقابت دارید آقای مهدویان؟ کجاست آن فیلمسازی که با ورودش به سینما بسیاری نوید یک فیلمساز خوب را میدادند؟ آیا فرصتی هم برای خواندن نقد و شنیدن نظرات مخالف میگذارید که روند فیلمسازیتان تغییر کند؟ بله. شما هم در زخم کاری و هم در این فیلم سعی در نمایش یک فساد در سیستم اقتصادی را دارید، اما به محافظه‌کاری میرسید و پای موضع صریح خود نمیمانید. شخصیت رسول واقعا کیست و چه نقشی در فساد مورد اشاره شما دارد؟ ببینید، میگم باز همون، یعنی به حال داوری خانم منصوری راجع به این فیلمه. حالا اینکه شخصیت رسول کیه و چه نقشی داره، به همین اندازه ببین فیلم یک جهان محدودی داره و توی همین جهان محدود داره قصهش رو تعریف میکنه. قرار نیست من بیرون از فیلم توضیح بیشتری راجع به شخصیت‌ها یا وقایع داستان بدم. به نظرم میاد که هر آنچه که دریافت شماست از کاراکتر رسول همون هست و بیش از اون هم نیست دیگه، یعنی در ذهن شما هران چه شکل گرفته همون درسته. کارهای دیگه اگر نسبت به ماجرای نیمروز که با اون آقای مهدویان اوج گرفت بخواییم مقایسه کنیم که نه، ولی خب نسبت به کارهای بعدیشون شاید بکشه بگیم بهتر بود. ولی مشکلی که وجود داشت به نظرم این که آقای مهدویان و تیمشون کماکان در زخم کاری مونده بودن، چه به لحاظ فضای ذهنی، چه به لحاظ بازی گرفتن، چه به لحاظ کارگردانی، و نتونسته بودن از اون فضا جدا بشن، خودشون رو جدا کنن و بتونن یک اثر مستقل از اون بسازن. اگر به لحاظ محتوایی هم بخوایم نگاه کنیم، خب ساختار فیلم در ادامه همون چیزهایی هست که در زخم کار دیدیم. بحث فساد سیستماتیک هست، بحث ارزم به خدمت شما این رابطه های مسموم هست، ولی متاسفانه هیچ کدومش نتونسته موفق بشه. ما با یک پلیس
ضد ساختار طرف هستیم. این فیلم میخواد به ما بگه که ما یک پلیس ضد ساختار داریم که این پلیس دنبال کار درسته، ولی نه مشخص میشه که کار درست چیه، نه مشخص میشه که این پلیس چرا دنبال کار درسته، و نه مشخص میشه که اساساً ساختاره چی هست. و در نهایت هم میبینیم که همه اون ساختار باز تقلیل پیدا میکنه به یک رابطه فردی مسموم و همه چیز ناتمام میمونه. به نظرم میرسه اگر که حالا کسی شاید هیچ شناختی نداشته باشه و یکم فیلم دیده باشه، اینه که یک کسی مخمصه رو دیده باشه و اون مجذوب شخصیتی مثل کارگاه که آقای آلپاچینو بازی میکنه توی مخمصه شده و حالا موارد مشابهی که داشتیم و خواسته اون رو ایرانیزش کنه و متاسفانه توی این نتونست موفق باشه. در حالی که قرار بود برگزاری جشنواره همراه با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی باشه، اما نشانی از اون دیده نمیشه، اتفاقی که به شدت مورد اعتراض اهالی رسانه قرار گرفت. دوستان عزیز، من یه خواهشی دارم از عزیزانی که عکاس نیستن، لطفاً برن عقب. دوستانی که عکاس هستن بیان جلو، چون عزیزان ما نگاه کنین عکاس هستن متاسفانه جا ندارن. و اون که بله سالن کوچیکه، تعداد زیاده، حالا دوستان احتمالاً یه کاری خواهند کرد. بابت من از طرف خودم عذرخواهی میکنم بابت جای کم. واقعیتش اینه که دوستان جشنواره، من معمولاً اهل انتقاد نیستم هیچ وقت، ولی از نظر بنده هیچ کارگردان و بازیگری ارجع نیست به هیچ روزنامه‌نگار یا عکاسی. هر کسی که کارت داره میتونه در واقع ورود بکنه به جشنواره و فیلم‌ها رو ببینه. اگر زیاده، به نظرم دوستان جشنواره باید یک فکری براشون بکنن، چون دوستانی که کارت دارن میتونن در واقع بازخواست کنن، بگن خب ما که کارت داریم میتونیم بیایم. من بازم عذرخواهی میکنم بابت جای کم و اینکه ما زمان کمی گذاشتیم برای اینکه عکاسی بکنیم.